جاده یک مسئله نه آسفالت، جاده معمولی، یک آرزوی بزرگ بود که این روستا به شهر از طریق یک جاده هموار متصل میشه. خب روستاهایی بود که تقریبا، من حالا این مال خیلی قدیم نیست، 40 سال پیش، 50 سال پیش، شما اگر میخواستی متصل بشی به یه شهر، در یک فصلایی که اصلا امکان پذیر نبود، در یه فصلای ماشینای شاسی بلند، مثلا اون وقت جیپ، یه ماشین اینجوری میتونست تردد بکنه. اصلا جاده ای نبود. چند بار ماشین که رفته بود و آمده بود، یه خط لاستیک افتاده بود، جادهش همون خط لاستیک ماشین بود. یه همچون شرایطی، حالا گاز که اصلا تو ذهن مردم نبود. اون وقت تازه نفت سفید هم اگر میرسید یک معجزه بود. حالا کپسول گاز هم اون وقت نبود، وسایل گازی هم نبود. بیشتر روستاها یا با هیزم بیابون و با اون گرمایش به وجود می آمد، یا مثلا با نفت سفید که به روستاها می رسید. دیگه خبر دیگری نبود. اینکه در روستا گاز بیاد، مردم بتونن از گاز استفاده بکنن، مرکز بهداشتی بیاد، مرکز درمانی بیاد، یک پزشک بیاد. سالی یه بار یه پزشکی می آمد، می گفتن این هفته، به قول اونها می گفتن، دکتر میاد، بریم فلانجا معاینه کنیم، درد و بیماریمون رو به او بگیم. خیلی اینا بر روستاهای ما کاملا از شهر جدا بود. یه شرایط زندگی سخت و مشکل در روستا بود و در شهرها تقریبا یه رفاه نسبی حاکم بود. انقلاب اسلامی این مسیر رو برای ما هموار کرد. البته یه مقدارم تکنولوژی این مسیر رو هموار کرده. الان دیگه نه شهر بزرگ، نه کشور، کل دنیا رو میگن دهکده جهانی. حالا کل دنیا شده یه روستا، شد دهکده جهانی، چون همه به هم متصل شدن، همه به هم نزدیک شدن.